من شهلای شفیق هستم، نویسنده و جامعه شناس. در سال 83 میلادی ایران رو ترک کردم به اجبار و آمدم به فرانسه. خانم شفیق، انقلاب ایران مستقیما چه تأثیری رو زندگی شخصی شما گذاشت؟ مثل یه زمین لرزه‌ای تمام ابعاد زندگی منو زیر رو کرد. من به عنوان یک دانشجوی چپ در اون موقع و شرکت کردم فعالانه، احساسم این بودش که این یک اتفاق بسیار مهمیه و ما میریم به سمت یک ایران بهتر. مثل این بود که روزهای انقلاب شما روی قله کوهی که فضای خیلی باز، روی ستیق کوه و خیلی خورشید داره میزنه، هوا بازه، چشماندازا بازه، بعد طولی نکشید که ما از بهار آزادی به خزان سرکوب و بعد به یک زمستان سیاه رسیدیم. قبل از اونم من مجبور شدم وارد یک زندگی تقریبا مخفی بشم به خاطر اینکه جزو لیست سیاه بودم و طبیعتا شما مثل این میمونه که از اون قله، از اون ستیق روشن میفتیم به یک چاه سیاه و ظلمانی. بعد از اون تبعید بود. مسیری که آمدم، یعنی بیرون آمدن از کشور، باز مثل یه جور من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این طول بکشه. احساس این بودش که من برمیگردم. یه جمله پدرم که بعدن که رسیدم اونور زنگ زدم، من گفت که یعنی تو سراسر این مملکت به این بزرگی یه جای کوچیک برای بچه من نیست، و این توی گوش من زنگ زد این جمله، و سالهای طولانی این منو دنبال کرد، این احساس که. و خب یواش یواش بعد اتاقای زیر شیروانی بود پاریس، و من یادم که ما توی اتاق زیر شیروانی زندگی میکردیم، 7 متر که پنجره ای نداشت، پنجرهش روی سقف بود. بعد تو این دوستانمون همه می اومدن و نمیتونم بهتون بگم که چقدر این موقعیت الان که من بهش نگاه میکنم هم غمگین بود هم خیلی شاد. 2 سال طول کشید که من بتونم وارد فضای جامعه فرانسه بشم. بهش میگن زمان بین پرانتز، توی مربوط به تبعید که توش گذشته آینده رو خورده و حال رو خورده، یعنی همه چی در گذشته میگذره در صورتی که شما اینجایین. 2 سال طول کشید تا از این پرانتز اومدم بیرون، و تو این 2 سال بود که تو این پرانتز من نوشتن شروع کردم. بعد از اون نوشتن برام یه پرانتزی شد که همیشه یه دنیای دیگه ای رو بیافرینم. انقلاب ایران به عنوان یک ماجرای هستیانه، یعنی به عنوان یه چیزی که از همون عرش به حضیض، در واقع اون احساسی که شما مرگ آرزو، اون مرگی که بعداً بر مملکت چیره شد، و در زندگی شخصی منم خب کنده شدن از تمام تعلقاتم، مادرمو که عاشقش بودم، پدرمو که عاشقش بودم، همراهانم و کسانی که به هر حال حتی کوچه‌هایی رو که جوونی کردیم توش، تهران و همه اینا رو خب می‌ذارین کنار، و بعد اون تمام اون جنب و جوش و هیاهویی که یه دفعه تبدیل میشه به حبس. یه حبسی که اول توی اون خونه هایی که باید دائم عوض کنین، باید توی این تقریب و گریزا برین یه جورایی تو زیر زمین، بعد وارد کوها میشین میرین، ولی دیگه اون کوهی نیست، اون قلهی نیستش که، چون دارین رد میشین میخواییم برین به طرف تبعید، بعد میان تو اتاقای زیر شیروانی که خوش یه جوری حبسه، ولی بازم توش همونطوری که گفتم شادی و اینا هستش و غم. بعد میان دوباره تو زندگی تو خیابون، ولی خب این لحظه های اوج و حزیزن که هم هیچ وقت نمیتونن شما رو رها کنن، و تو هر تجربه زندگی هم که دارین همراه شما هم، و چرا نه، برای که ما با غمها و شادیهامونی که خودمون رو میسازیم. هرگز فکر نکردم که میشه اینو رها کرد، یعنی هیچ دلیلی هم پیدا نکردم برای که رهاش کنم.